این برنامه با همکاری بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تقدیم می شود. تا حالا فکر کرده اید که جامعه قانونمند و دور از فساد و بحران چگونه به وجود می آید؟ آیا با خودتان اندیشه کرده اید که امنیت چگونه تامین می شود؟ حکومت چگونه پاسخگو می شود و حکومتداری محلی چه زمان تقویت خواهد شد؟ گذشته از اینها فکر کرده اید که همزیستی مسالمت آمیز چه زمان در یک جامعه شکل می گیرد؟ اگر شما نگاه به بهترین و قانونمندترین جوامع در دنیا کنید و یا به تاریخ معاصر جهان نگاه کنید، پیشرفته ترین کشورها میراث یک پارلمان قوی برخواسته از رأی مردم و پاسخگوست. حتی همه شما دیدگاه های متفاوت و بینش متفاوت نسبت به پارلمان دارید، اما آیا فکر کردید که اگر ما یک پارلمان قوی و برخواسته از آرای واقعی مردم داشته باشیم چقدر از این مشکلات حل خواهد شد؟ بدون شک پارلمان همکار با مردم و برخواسته از رأی جامعه می تواند که مردم را در رسیدن به یک زندگی واقعی کمک کند. با توجه به این همه روی سه مؤلفه بسیار مهم باید بحث کنیم. شما از پارلمان آینده چه انتظار دارید؟ این بار در ولایت بغلان باید بحث کنیم که چگونه پارلمان آینده در مورد امنیت، حکومتداری محلی و همزیستی مسالمت آمیز کار کرده می تواند. با مناظره همگام با انتخابات در ولایت بغلان خوش آمدید. باید یادآور شوم که همکار برنامه ما تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان است. قبل از اینکه مهمانان برنامه را معرفی کنم، باید یادآور شوم که دوستان حاضر در تالار میتونن از طریق اپلیکیشن همگام با انتخابات در صورتی که فرصت سوال گرفتن مساعد نشه سوالاتشان را به ما بفرستن و همکاران تکنیکی با ما شریک خواهد کردن. مهمانان من در این برنامه آقای غلام ربانی فیاض، آگاه مسائل سیاسی هستند. آقای عبدالکبیر احمدزی، بزرگ قومی از ولایت بغلان تشریف دارند. همچنان بانو رازیه شنواری، فعال حقوق بشر و زنان، و همچنان آقای علی فاضل، فعال جامعه مدنی هم حضور دارند. همچنان مهمان دیگر ما آقای الیاس اثر، آگاه امور انتخاباتی هم حضور دارند با ما اینجا. نخستین پرسش را آغاز میکنم از آقای فیاض. آقای فیاض، چقدر از دید شما واقعا مردم بغلان آماده استند که برن پای صندوق‌های رای و انتظار کلانشون از پارلمان آینده چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و ارادت حضور شما، مهمانان گرامی، بیننده های محترم تلویزیون شما و دوستایی که در اینجا حضور دارن، دقیقاً نظام های دموکراتیک یا نظام های مردم سالاری به نظام های گفته می شود که مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تعیین سرنوشتشان سهم می گیرند. و یکی از اصول و مؤلفه های نظام های دموکراتیک پارلمان است. پارلمان جایی است که مردم توسط یک انتخابات عمومی به خاطر تمثیل ارادهشان افراد را در اونجا بر می گذند تا بتوانه از اونها در خانه به نام خانه ملت نمایندگی بکنه. یک مسئله که ما نادیده نگیریم، تنها کمیسیون انتخابات، رسانه ها که در آگاهی مردم نقش داشتند، فعالیت اینها محدود میشه در شهرها، اما در قریه و قصبات کسانی هستند که اونها تحصیل نکردن، اصلا نمیتونن چیزی برداشت بکنن، باید آگاهی صورت میگیره. در کل این سه فاکتور تانسته مردم را نسبت به انتخابات و پروسه انتخابات بی‌باور بسازه. آقای احمدزی، بهتر است که آنچه آقای فیاض اشاره کردن یک نگرانی جدی است، ولی شما یک بزرگ قوم هستین، در میان مردم قرار دارین. چقدر مردم بر انتخابات آینده واقعا آگاهی یافتن که باید برای کی رای بدن و انتخابشان یک انتخاب خوب باشه که حداقل پارلمان آینده یک پارلمان پاسخگو دوباره برای مردمشان باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې فیاض صاحب اشاره وکړه، ټول ټاکنو لپاره او د ولسواکۍ په خاطر او د حکومتولۍ په خاطر باندې، نو همدا مهمه موضوع ده، ځکه چې په ښارو کې خو هر څه شته ده، رسنۍ فعال دي، تلویزیونونه فعال دي، امنیت شته ده، ولې مشکل ډېر په اطرافو کې هسته ده. یو بې امنیتي ده او بل سطح د آګاهي ټیټه ده. نو د دې لپاره د ټول ټاکنو کمیسیون
څنګه چې ټول ټاکنې یا سټیکر موضوع شروع کېدله له هغه نه حد اقل به یې څلور میاشتې یا درې میاشتې مخکې دوی آګاهي خلکو ته ورکړې وای. خلک په دې راتلونکو ټول ټاکنو کې دوی برخه پورې اخیستې وای او بل د خلکو باور په حکومت باندې بیخي کم شوی دی. دې په خاطر باندې نو چې موږ تیره دوره کې هم دا تجربه کړې ده او سوی ده دا ټولو افغانانو ته په هر ولایت کې خاصا په بغلان کې. نو بغلان هغو څلور دیرشو ولایتونو یو ولایت ده چې پراخه توګه دلته نفوس هم زیات ده او د څلور دیرشو ولایتو خلک دلته اوسیږي. مشکلات، ستونزې، بې امنیتي، بې عدالتي، ناقانونی، هر څه چې وایه دلته شتون لري. شما به عنوان یک عضو جامعه بغلان برای چه کسی رای خواهد دادین؟ یک فرد مورد نظر شما که است؟ من باید پر راتلونکو ټول ټاکنو ته داسې چاته رایه ورکړو چې هغه په ټولو معیارونو باندې باید برابر وي، ملي شخصي، خلکو ته د منلو وړ وي، باسواده وي. ممنون آقای احمدزی. بانو شنوارد، میخوایم در آغاز سوال از شما بپرسم که حداقل زنان در جامعه بغلان چقدر از نقش خودشان و از جایگاه خودشان در جامعه آگاه هستند و فکر میکنین که پارلمان آینده چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی بهبود وضعیت زنان به هر لحاظ، چی حقوقی، چی سیاسی و چی هم اجتماعی؟ با نام یاد الله، قسمی که بیان داشتید، فعالیت زنان در عرصه انتخابات و سیاست در اجتماع افغانستان بخصوص جامعه کوچک بغلان بسیار چشمگیر نبوده و از فعالیت‌هایی که ما می‌بینیم و کاندیداهایی را که ما سابقا داشتیم چیز چشمگیر و چیزی که ما باید انتظارش را داشته باشیم نداشتیم. زنان قشری از جامعه هستند که بر علاوه بر مسئولیت‌هایی که میتونن در خارج از خانواده داشته باشن، مسئولیت‌های داخلی هم دارن و وقتی که از این مسئولیت‌های داخلی مثل مادر بودن، خانم بودن یا دختر و یک فامیل بودن برایند و بتونن مسئولیت‌های خودشون را، مسئولیت‌هایی که اجتماع بر اونها داده شده را انجام بدن و خود را در جامعه برسانن، بعد از او میرسن به مسئولیت‌هایی که یک جامعه بر دوش از اونها میمانه. زنانی که از طرف بغلان در پارلمان ما راه پیدا کردن، زنانی بودن توانمند، زنانی بودن شجاع و زنانی بودن که مبارز بودن. چشم از حقیقت نپوشانیم که ما زنان خیلی خوب و مبارز را داشتیم، ولی خامخواه امیال و خواهشات نفسانی انسان هست که بر از او غالب میشه و اونها را از راهی که میرن، از راه مقدسی که میرن باز میدارن. زنانی که برای بغلان میخواستن فعالیت کنن، تلاش کنن، با پشتیبانی درستی مواجه نشدن. یعنی یک سقف نامرئی یا یک شیشه نامرئی مانع از رسیدن اونها به اون حداکثر آرایی که برای دفاع و نیاز داشتن که راه پیدا کنن به پارلمان پیدا نکردن و این شد یک مانع. جامعه مدنی بغلان چقدر نقش بازی کرده برای آگاهی دهی در مورد انتخابات و یک پارلمان خوب داشتن و اینکه ما حداقل در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی سال پیش رو هستیم، یک نماینده های قوی واقعا از آدرس بغلان معرفی شود در پارلمان افغانستان؟ به نام یاد خدا و با درود به پیامبر آگاهی، آزادی و قدرت، به اجازه شما مهمانانتان در پنل و دوستایی که در تالار تشریف دارن، بینندگان محترم، اول حضور شما را در بغلان خوش آمدید عرض میکنم. فعالین مدنی و شبکه جامعه مدنی به عنوان یک مسئولیت بر خود لازم میدانه در بخش‌های مختلف و خصوصا در بخش انتخابات آگاهی به طور مردم، که در این عرصه ما برنامه‌های زیاد را از مدت زمان تأسیس شبکه داشتیم در کنار سایر نهادها، در کنار سایر فعالین مدنی در بغلان، و این بسنده نبوده بدون شک. آقای فاضل، حداقل یک مورد که بسیار مهم است این که شما به گونه آماری گفته میتونید چند درصد مردم بغلان واقعا یک ذهنیت خوب نسبت به برگزاری انتخابات پیدا کردن و واقعا آگاه شدن که رأیشان را باید به کی بدن تا سرنوشت آیندهشان درست باشه؟ دقیقاً اعلان یا گفتن یک فیصدی مشخص از توانایی ما و سایر همکارانم بیرون است، اما چالش ها و مشکلاتی که از امنیت گرفته تا بی‌باوری مردم نسبت به انتخابات و مسائل انتخاباتی در نظر داشته باشیم، خصوصا در انتخاباتی که پیش رو داریم و این پروسه که توان با چالش ها هست،
بیباوری ها از ثبت نام مردم یا استیکر زدن شهروندا و اشتراکشان در انتخابات شروع شد و تا امروز که خوشبختانه تا حد حدود امی میزان باورها تا امروزی که ما واسه یعنی علاقمندی بر ثبت نام بلند بود در جریان شما خواه؟ شاید هستین که روزهای اول وقتی که پروسه ثبت نام بر انتخابات شروع شد از خود نهادهای برگزار کننده انتخابات که کمیسیون باشه تا مردم سطح آگاهی بسیار پایین بود ولی آرام آرام بنا به تشویق نهادهایی که در این بخش وظیفه و مسئولیت داشتن سطح آگاهی بالا رفته البته این توان با چالش ها و مشکلات هم بوده که این چالش ها و مشکلات متوجه هم نهادهای برگزار کننده روند است و هم مردم است که ممنون آقای فاضل به شما برمیگردم آقای اثر نکات را که همکارا اشاره کردن شنیدین نگرانی های بسیار جدی هم در پیوند به انتخابات و برگزاریش وجود داشت و خوشبختانه چیزی که امیدوار کننده است مردم علاقمند هستند زنان علاقمند هستند که شرکت کنند در انتخابات شما به عنوان یک کسی که در امور انتخاباتی دخیل هستین چقدر کمیسیون مستقل انتخابات از دید شما در ولایت بغلان تانسته کارش مؤثر انجام بده و ارزیابی شما حداقل از میزان علاقمندی مردم بر اشتراک در انتخابات پیشرو چه است سپاس اجازه بدید اول شما خوش آمدید بگویم و سلام بهتون خدمت شما حاضرین در تالار و بینندگان در بغلان کار کمیسیون خیلی در اوایل خیلی کند آغاز شد و همونطور که آقای احمدزی گفتن نیاز بود که آگاهی دهی خوب و آگاهی دهی کامل پیش از اینکه روند آغاز شود بر مردم داده شود چرا کارت های رایدی دیگه مدار اعتبار نبودن و مردم نیازمند از این بودن که تذکره داشته باشند بعد پروسیجر را بفهمند که رقم تذکره بگیرند بعدش تذکره را دریافت کردن چطور بتوانند که تذکره را ثبت بکنن که بتوانند برای روز انتخابات رای بدن اینی یک چالش عمده بود برای مردم بغلان که نتونستن بیشتر ثبت نام بکنن تعداد بالاتر باشد این روند آگاهی‌دهی خیلی ضعیف بود و یک چیز بسیار عمده ای بود که اول پروسه ثبت نام آغاز شد بعد پروسه آگاهی دهی آغاز شد و این آگاهی دهی هم بسیار ضعیف بود که نمیتونست مردم را همونطور که شاید باید آگاهیشان رو بلند کنه حداقل حالا در چه میزان این وضعیت تغییر کرده مردم علاقمند شدن برن ثبت نام کنن و آماده شون برن در حال حاضر که پروسه ثبت نام تقریبا بسته است و مردم بغلان به تناسب ولایات همجوار مخصوصا زونه که بغلان قرار میگیره زون شمال شرق به تناسب کندوز تخار و بدخشان بیشترین ثبت نام کندار دارن و این حاصل اونمو زحمات بوده که نهادهای مدنی مخصوصا فعالین مدنی در این راستا کشیدن در دورترین نقاط رفتن آگاهی دهی کردن این اطلاعات ما هست که در دورترین نقاط رفتن آگاهی دهی کردن و تجارب خوبی هم داریم و امیدواری برای یک تعداد زیاد از ما و همکارای ما این بوده که در نقاطی که ما در انتخابات های قبل ثبت نام رای دهنده ها را بسیار آمارش پایین داشتیم این بار اونجا آمار بلند است و این یک امید است که این مردم آگاهانه اول آگاهی پیدا میکنن آگاهانه میان ثبت نام میکنن این یک مورد بحث است در کنارش بحث از کمیسیون شد بدون شک ما نمیتونیم بگیم که کمیسیون هم 100% مقصر است روی کار کمیسیون بعدا صحبت خود کردیم آقای اثر حداقل یک دوست ما از داخل تالار از شما پرسیدن به عنوان یک آگاه امور انتخاباتی که پارلمان آینده چی نقش میتونه در مورد امنیت بازی بکنه 100% ببینید پارلمان اونمو یک ساختار کوچک یا میشه که یک بگویم که یک صدای از کل مردم این ولایت هست وقتی ما 8 نفر وکیل پارلمان را در پارلمان داشته باشیم و اینا را یک صدا بسازیم بدون شک ما میتونیم هر تغییری که بخوایم در سطح ولایت خود آورده میتونیم اگر وکلای ما بخواین ما میتونیم که مسئولین بلندپایه امنیتی در سطح ملی قناعت بدهیم و فشار وارد بکنیم که توجه بکنن به مسائل امنیتی و در کنارش اونمو مردم و اونمو نماینده مردم
رای مردم را گرفتن به این معنی که حمایت مردم را در کنار خود دارن. ببین وقت بحث امنیت مطرح میشه من زیاد وارد نیستم ولی امو آقای امور میگن که نه تنها که نهادهای امنیتی مردم هم دخیل هستند برای امن ساختن اجتماع. از این طریق وکلای پارلمان میتونن که از طریق موکلین خود وارد عرصه شون و تامین امنیت بکنن. در کنارش اونمو توان بسیار کلانه که در سطح ملی میتونن فشار وارد بکنن و تامین امنیت نقش بازی بکنن. خیلی موثر. ممنون. برای ازی که دوستای حاضر در تالار هم شریک بحث شوند، کسانی که آماده هستند و میخوان سوال بپرسند ما میتونیم سوالاتشون را بگیریم. بفرمایید شما بانو. به نام خدا، یلدا کوهزاد، دانشجوی حقوق و علوم سیاسی. دو پرسش دارم. اولی متوجه به حقای فیاض آقای امور انتخاباتی و دوم هم فعالان مدنی و بزرگان قوم. سوال اول ما است، با توجه به تجربات از انتخابات گذشته، شهروندان افغانستان به شفافیت در روند انتخابات و همچنان مستقل عمل کردند. کمیسیون انتخابات بی‌باور هستند. به عنوان مثال چندین پیش یکی از کمیسیونرهای کمیسیون علنی در برابر رسانه ها از مداخلات حکومت پرده برداشت. با این وضعیت چگونه مردم به این روند باورمند باشند؟ و سوال دوم ما هی است که در انتخابات گذشته نقش مردم بیشتر سمبولیک بوده به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری. با این وجود همه در انتخابات پارلمانی می تواند باشد. پس چی راهکاره برای این که یک انتخابات شفاف و واقعا برای راهکاری رای مردم در انتخابات نمایندگی واقعی خود را انتخاب کنند چی است؟ بفرمایید شما. دلویا بخون کی خدای په نامه نورګل اندړوال میم د بغلان یو تن خبريال لومړی پښتنه مې اثر صاحب ته ده د ټاکنو کمیسون څنګه کولای شي د خلکو لراستلای باور په ټاکنو تر لاسه کی په داسې حال کې چې د بغلان ولایتي کمیسون حتی له رسنۍ سره خپل معلومات نه شریکوي او دومره پښتنه مجلس صاحب ته متوجه ده په داسې حال کې چې د بغلان زیاتې برخې دانی غوري د طالبانو تر واک لاندې ده او ډنډ شابدین مرکزی بغلان او نورې سیمې چې یو ځانګړی قوم پکې اوسی د رای ورکول نعمت به برخې دي. آیا دغه ټاکنې به تاسو لپاره د قناعت وړ وي او کنه او که نه دي لار دی هرې شي؟ شما بفرمایید. بله بفرمایید. سوال ما بسیار مشخص و ساده هست. راجع به ولسوالی دنیغوری، یکی از ولسوالی های چهاردهگانه ولایت بغلان است که به دست مخالفین قرار دارد، ولی این ولسوالی دارای 62282 نفر نفوس می باشد. که 30,000 آن طبقه اوناست و تعداد 32282 نفر نفوسی آن طبقه ذکر می باشد. این ولسوالی با داشتن 62,000 نفر نفوس اضافه تر از 50% نفوسی آن بنابر جنگ های تحمیلی و سایر مشکلات ها و شهر پلخمری مهاجر شده است. آیا کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز ولایت انتخابات این ولسوالی را برگزار کرده می تواند یا خیر؟ و اگر نه در مورد چی گفتنی وجود دارد به یک انتخابات شفاف؟ دو سوال دوی ما ای است که ساحاتی که در ولسوالی های نام تنها در ولسوالی دانی غوری نیست بلکه در تمام ولایات کشور ما ولسوالی های نام است، آیا حقوق این طبقه اوناس و ذکره که مستحق انتخابات است و رای دهی است چیه؟ آقای فیض، نخست از شما آغاز میکنم. اول بانو یلدا کوهزاد از شما پرسیدن که حداقل در مورد نقش سمبولیک و وضعیت انتخابات صحبت کنین که چگونه رایه های حل وجود داره. این موارد از شما میشنویم بعد میریم به آقای احمد زنگ. تشکر میکنم از خانم کوهزاد. سوال خوبی را اینا اشاره کردن. البته نسبت مشکلاتی که در سیستم انتخاباتی افغانستان وجود داره مردم را بی‌باور ساخته. دقیقا میخوایم ما در قدم اولی مشکل را به دو بخش تقسیم کنم. یکی مشکل تکنیکی در خود انتخابات است و دیگر مشکل گزینش افراد است. شما ببینید چند روز قبل وقتی که لیست نتایج افرادی که در پارلمان خود کاندیدا کردن اعلان میشه، کسانی از شورای ولسوالی هم درج میشه که دقیقا این مشکل وجود داره و ما با شما موافق هستم. اصل دومی که مربوط میشه به گزینش افراد، شما ببینید نام کمیسیون هم از کمیسیون مستقل انتخابات، اما دقیقا دو تیم انتخاباتی هر دوش مداخله میکنن. فعلا کمیسیون موفق نشده کسی را در راست دبیرخانه داشته باشه. اما ما باید یک چیز را به یاد داشته باشیم.
کشورهای دیگر تجارب خیلی زیادی را از انتخابات دارند. به طور مثال اولین پارلمان دنیا به صورت عمومیش در انگلستان در سال 1215 به وجود آمده که تقریبا 800 سال تجربه پارلمان را دارند. پیش از یک صحبتت ندام البته یک مورد را که بانو کوزاد ازش نگرانی کردن و هم جدی است، وقتی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات اختلاف دیدگاه به این حد گسترده میشه و جبهه گیری میشه، فکر نمیکنین این تاثیر بگذاره روی مشروعیت انتخابات و روی روند کلی؟ دقیقاً، من میخوام مسئله را باز دوباره تاکید بکنم که در انگلستان 800 سال میشه، در فرانسه تقریبا 1880 سال میشه و در ایالات متحده آمریکا 200 سال. اینها این مراحل را گذشتاندن، به این مشکلات سر خوردن، اما ما اگر این سیستم را بخوایم منتفی بسازیم بدیل برای چی داریم؟ ما باید یک تفاوتی بین بد و بدتر داشته باشیم. بنان ما باید مبارزه بکنیم، بخوایم افرادی که شایستگی و توانایی پیشبرد امور را ندارن باید در مقابل گزینش اینا اقدام صورت بگیره و مانع جلوگیری از اینا شود. مسئله نقش سیمبولیک را من میخوایم اشاره بکنم. نقش سیمبولیک باز مربوط میشه به تقلبات گسترده انتخاباتی. زمانی که تقلب صورت بگیره رأی ما نقش سیمبولیک می داشته باشه. اگر پروسه شفاف باشه شما مطمئن باشین که یک رأی تعیین دهنده سرنوشت یک ملت است، یک رای تعیین دهنده تعیین کننده سرنوشت یک فرد است. یک فرد نمیتونه رئیس جمهور بسازه و یک فرد نمیتونه رئیس از ریاست برکنار بکنه. اجازه بدین چون فرصت کم است آقای فاضل سوالی که متوجه شما بود پاسختان داد میخوایم بشنویم در مورد اگر خود ما بیاییم از رای که استعمال میکنیم پاسبانی بکنیم و به عنوان یک شهروند فعال که یکی از مسئولیت های شهروند فعال اشتراک در تمام پروسه های ملی به شکل فعال است، از بس سمبولیک بودن میبراییم و بجز انتخابات گزینه دیگه ای به نظر من نداریم. ما به خاطر اراده مردم و سهمگیری مردم در قدرت سیاسی و به خاطر تشکیل یک حکومت ما هیچ راه دیگه، هیچ راه بدیل دیگه نداریم جز انتخابات. و انتخابات پیشرو یک انتخابات خیلی اساس، خیلی مهم و خیلی سرنوشت ساز برای افغان است به نظر من. اگر ما از این پروسه، از این امتحان موفقانه به در بیاییم و بتانیم نماینده های واقعی را روان بکنیم که متاسفانه گاهی خود شهروندا قشر روشن و فعال این سرزمین و شهروندا در پروسه انتخابات که یک پروسه ملی و فعال است بعضاً در بخشای که ما استیکر تذکره را داشتیم وقتی ما میبینیم در بغلان و به عنوان نمونه میگیم شهروندای ما یک تیپ فعال که باید سهم بگیرن از تقلب جلوگیری بکنن بعضاً خود ما میاییم با ایجریان هم نوا میشیم، همگام میشیم در این پروسه تقلبی گاهی برای گرفتن تذکره غیر قانونی سهم میگیریم و بعدا هم شکایت میکنیم. خود ما که در این پروسه سهم گرفتیم شکایت میکنیم که این پروسه شفاف باشه، ما یک پارلمان کارا و خوب داشته باشیم بدون از اینکه متوجه شده باشیم که یک وقت خود ما رفتیم با زورمندو کمک کردیم، خود ما رفتیم در این پروسه سهم گرفتیم، خود ما تصمیم گیرنده هستیم و خود ما قبل از اینکه به سوالاتی که متوجه آقای احمدزاده است بپردازیم، کسی از درون تالار از بانو شنواری پرسیده که چگونه مردم با برگزاری انتخابات و با رفتن پای صندوق‌های رأی میتوانند حداقل باورمند شوند نسبت به آینده خودشان و تغییر بر وضعیت وارد شوند. دوست ما خوب است که نامشان هم بیان میداشتن تا مستقیما جامشان دریافت میکردن. خب با هر صورت ما اول باید به خود ما باورمند باشیم. هرگاهی که به خود ما باور پیدا کردیم که بازی نمیخوریم، جوان هستیم و پشت چی میگن جمعیت های سیاسی یا پشت جمعیت های قلدری نمیگردیم و از کاندید خاصی دفاع نمیکنیم، با توجه به مفکوره، با توجه به هدف، با توجه به پلان و پالیسی که اونها برای خود مشخص کردن، برای آینده ما مشخص کردن و میرن پای میخواین که یک چوکی را احراز کنن، وقتی ما را صحیح انتخاب کنیم مطمئنا میتونیم که از رای خود با اطمینان کامل بیان بداریم که ما به این آدم رای دادیم و او برای ما کار میکنه. در این مورد بانو شنواری این هم اشاره کنین که حداقل مردم را چگونه باورمند بسازیم در کل برای پروسه انتخابات. مردم باورمند ساختن مردم به خودشون بستگی داره. هیچگاهی ما نمیتوانیم که یک نفر را با
به زور بادار به کاری بکنیم. کشور ما کشوری هست که تحت ظلم و جور و زور قرار گرفته بوده، ولی حالی با اون شکر به حمدالله 60% از جمعیت کشور ما جوان ها تشکیل میده و این جوان ها خودشان به این باور رسیدین که آینده ساز افغانستان خواهند بود و این باور در خودشان باید به وجود بیارن که همه قسم که دوستان ما اشاره کردن، ما راهی جز رفتن به پای صندوق های رای نداریم. آیا چند سال شده؟ 40 سال، بالغ بر 35-40 سال میشه که افغانستان جنگ است. تا حال بازور شده کاری؟ آیا تا حال بازور توانستیم ما آبادی را به دست بیاریم؟ توانستیم که حداقل صلح نسبی را در اینجا ایجاد کنیم؟ نه نتوانستیم. وقتی ما به این باور نداریم که ما میتونیم یک صلح را در اینجا به وجود بیاریم، ما جوانها جوانایی هستیم که باید به خود ما، به هم کشان خود، به هم همسویان خود، به هم قطاران خود این باور را بدیم که ما آینده ساز هستیم. کسی نباید بیاید بر ما تصمیم گیرنده باشه. وقتی ما خود ما باور کنیم به توانایی خود ما، مطمئنا میتونیم آینده بهتر و یا افغانستان بهتر را داشته باشیم. آقای احمد زید، سوالی در مورد مشارکت مردم و مخصوصا بحث دهنه غوری را هم کسی اینجا مطرح کرد، پاسخهای شما در این مورد چه است؟ نړیوال سیمنا دانی غوری او د دند شهاب الدین او مرکزی بغلان پاک لبا دی هغه ګډون کون کې زمونږ اوسیدونکو کې زمونږ په انتخاباتو کې برخه نه شیخ صاحب موږ زبا دوه نقطو ته نور اشاره وکم چې نهرین هم په دې هغه کې د مشکلات کې امنیتي مشکلات کې د بورکا هم ست ده که په دې پرتله موږ تاسو وګورو تقریبا تنها دند غوری دند شهاب الدین 2 لک نفوس لري. ام دسه که په منګره نارین نه مقایسه کو تقریبا د 1.5 زر شاوخوا خلک هلته رای نه پاتې دي. ام دسه تقریبا د 15 زر نه 30 زر خلک په بورکا کې له انتخاباتو نه پاتې کیږي. خو په ټوله کې مهمه خبره دا وه چې نړیوالو افغانستان کې انتخابات راتلونکي انتخاباتو ته زمینه مساعده وله او مرکزی حکومت یا افغانستان حکومت یې دې ته اساس انتخاباتو کې یا د دوی حمایت کو مالی بخش کې سیاسي بخش کې په ټولو بخشو کې خو مهمه به دا وه چې یو ورې په افغانستان کې امنیت راوسته وای ځکه چې انتخابات ملي پروسه ده. په ملي پروسه کې باید ټول خلک باید ګډون وکړي، نر ښځه هر قوم نه چې وي. ولې موږ دا غوښتنه لرو که چېرته په هغه سیمه کې اوس امنیت نه راځي دغه متباقي ساحه چې پاتې کېږي په دې کې خو د عادلانه انتخابات راشي، شفاف انتخابات راشي. نو چې موږ اوس تقلب ګورو آیا پرته له دېنه خو دا به یو ولایت نه وي، خو په دا 3 درسو ولایتو 4 درسو ولایتو کې غږ د تقلب جګ شوی ده. او که یو میاشت دغه روان د ثبت نام د سټیکرو تمدید زه فکر کوم چې د بغلان له نفوس نه به سټیکر ډېر توجیه، ځکه چې بغلان تقریبا 1,200,000 ټول نفوس لري. اوس چې کوم سټیکر لګېدل تقریبا 4 لکو ته رسېدلي چې په یو ساحه کې پلیخمرۍ د شپږ ناحیې لري، په شپږو ناحو کې تقریبا 50% ساحه کې انتخابات نه کېږي، 80,000 خلکو د سټیکر لګولي. یو ولسوالۍ په ساته باندې لاړ شو هم ارقام ډېر پورته تللي. ولې په یو میاشت کې که موږ وګورو یو محل حد اقل ورځ کې 200 نه ډېر کار نشي کولای. خو داسې محلونه راغلي چې ورځ کې 1500 تر 1000 پورې توجیه شوي دي. آقای احمد صاحب، کوتاه در مورد نقش مردم هم اشاره کنین که بعد بریم به بخش دوم. بعد د خلکو ګډون او د خلکو نقش په انتخاباتو کې مهم ده. ما مخکې وویل چې دا ملي پروسه ده. په ملي پروسه کې ټول خلکو نقش مهم ده، د نر د ښځې د سیاسیون د ټولو او ټولو نه غوښتنه کوو چې پرته له انتخاباته موږ بل هیڅ بدیل نه لرو. که غواړو چې بحران ته د پای ټکی عمومي نو ورکی دی وړ کسانو ته انتخاباتو کې رای ورکی تر څو کې راتلونکي کې وکوي سي دغه جامعه دغه ولایت دغه سیمه هر مل له بحران او مشکلاتو نه خلاص شي. بخش دوم برنامه را آغاز میکنیم، اما در جریان بخش دوم هم پرسش های حاضرین در تالار را خواهیم داشت. میخواهیم حالا از آقای فیاض بپرسم که حداقل روی موارد دیگر بحث کردیم، اما پارلمان آینده چقدر میتونه در مورد حکومتداری محلی خوب نقش بازی بکنه؟ خب یک اصلی که ما باید در نظر بگیریم، ما یک پارلمان خوب را میتونیم در نتیجه یک انتخابات شفاف، عادلانه و انتخابات مبتنی بر آرای صاف مردم داشته باشیم. چرا؟ افرادی که در انتخاب در پارلمان برگزیده میشن، این افراد از بطن جامعه برخواسته باشند و مشکلات جامعه را درک بکنند. اگر در پروسه انتخابات تقلب صورت نگیره، اگر با آرای مردم بازی صورت نگیره،
یک نظارت دقیق و کامل هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف ناظرین ملی صورت بگیره، ما در این صورت میتونیم یک پارلمانی که مبتنی بر اراده واقعی مردم باشه داشته باشیم. در غیر این صورت اگر پارلمان تقلب در انتخابات صورت بگیره، نظارت دقیق نباشد، دقیقا ما افراد زورگو و افراد قلدر را می داشته باشیم. یک مسئله را نباید شما فراموش بکنین، ما همیشه تاکید ما بر روی شفافیت انتخابات در شهر هستند، اما دقیقا هم نظارت در داخل شهر صورت میگیره و هم امنیت است، اما بیشترین تقلب در مناطق میشه که در اونجا امنیت وجود نداره، بیشترین تقلب در مناطق میشه که زورگوها وجود دارند. اصلا شما در بعضی جایها نمیتونین افراد کمیسیون را توسط کمیسیون انتخاب بکنین. قبلا از طرف زورمندان لیست آورده میشه و کمیسیون رو برایشان گفته میشه که شما این افراد را انتخاب بکنین. دقیقا انتخاب افراد نمایانگر ای است که در آغاز تقلب به خاطر انتخاب صورت گرفته. باور شما این است وقتی تقلب در آغاز وجود داره، پس نمیتونیم امیدوار برای حکومت داری خوب در آینده هم باشیم، چون نقش زمین حالا بازی شده. خب اگر نظارت صورت بگیره، اگر دولت تصمیم داشته باشه برای که بتونه انتخابات را شفاف بسازه، میتونه در اون مناطق تقلب صورت گرفته از طریق پروسه کمیسیون انتخابات بازیابی بکنه و اون سایت ها را قبل از اینکه به انتخابات برن بسته بکنه. مشخص در مورد حکومتداری آینده دیدگاه شما چه است که پارلمان چه نقشی میتونه بازی بکنه؟ بسیار کوتاه اشاره کنید. شما ببینید زمانی که پیشترم تاکید کردم پارلمان مبتنی بر اراده مردم باشه یک، و ما زمانی میتونیم یک پارلمان خوب داشته باشیم که سیستم انتخاباتی ما سیستم احزاب شود. آقای احمدزی، در مورد نقش مردم بسیار صحبت کردیم در جریان برنامه، اما حداقل شما به عنوان یک بزرگ قومی از ولایت بغلان در همین انتخابات در جریان پروسه کار که پیش میره چقدر از مردم علاقمند هستند و واقعا کمیسیون مستقل انتخابات را همکاری میکنند در موارد مختلفی که حداقل همکاری از دست مردم ساخته است؟ دغه انتخابات لړۍ چې شروع وسوله، تاسې د انتخاباتو کمیسیون یو مسؤول هم کشکل ته راغوښتی وی چې دلته ناست وی، دا چې څومره خلک علاقمند و، نو د خلکو علاقمندي ډېره په جیګه سطح وه، شوق و ذوق د خلکو ډېر ولې په دې باندې چې موږ اوسني حالت او اوسني پارلمان دغه ټول افغانستان دو سګمو ته رسولی ده، دې ته خلک په تنګ دي چې زر انتخابات وسي او ټول ټاکنې وسي او خلک د خپل د مورد تایید هغه وکیل ته رایه ورکړي چې دی غواړي، ولې انتخاباتو ونه سو کولی شي مواد ورسوي، هغه سایټونه هغه ساحه کې امنیت راولي چې دوی حکومت چې هلته دوی جی پی جی کې، او خلک هغه څه چې غوښتل کمیسیون رسیدګي ونه سو کولی، کنه خلکو علاقه اوس هم ډېره ده، اوس هم که چېرې دا پروسه تمدید شي تاسې به باور وکړئ چې معلومه ده تو یو خو هغه د تقلب موضوع ده، پرته له دې نه چې خلک ذوق لري مخکې چې یادوري وسوره دهنې غوري نفوس دلته په لخمري کې دا کېدی شي ډېر، دا اوس غیر له دې نه چې هغوی هم کاندید نه لري ولسوالۍ شورا لپاره، خو د نورو د پارلمان لپاره خو دوی رایه ورکوي که نه، ذوق څه ده که نه، او که په ډنډې غوري کې هغه نه شي کولی حکومت هلته نه شي تللی، یو چې د خلکو دغې ساحو نه راوتی شي، د شهابالدین نه راوتی شي، له نورو ولسوالیو نه راوتی شي، د خلکو علاقه ډېره ده. دیدگاه مردم بغلان در مورد حکومتداری محلیشان پس از انتخابات پارلمانی پیشرو چه است که چه میخواین تغییر بکنه واقعا در حکومتداری محلی با پارلمان جدید؟ اصلا به طوله که مهم موضوع روزانه زوند بسی اگه خلقی اگه پا امنیت که بوشی پا هر برخه کسی امنیت نو هیچ چرتا آرامش نسته ده، سهولت نسته ده، ترقی نسته ده، تعلیم نسته ده، اغه ولایت په هیڅ نو باندې روش نشي کولای، نو دا ولینه وختونه موږ ماړو به ویل کې چیرته موږ په ټول ټاکنو کې سالم خلک ملی خلک هغه کاندیدان چې په ټول مواردو کې د شرایط پوره کړی د زبل د سیمې د قوم له دې مسایل نه دی خلاصي او ملی شخصي د پارلمان ته لار عمومي تاسو باور وکړئ چې هغه به امنیت راولي، حکومت سره به محلي سیمو کې خلکو سره د سولې په اړه د ترقۍ په اړه په ټولو مسایلو کې به دای همکاري خوښ ملي شخص څوک رایه ورکړي. ممنون. بانو شنواری، زنان در پارلمان و حکومتداری محلی چه تعریف و تصویر با در ذهن شما ارائه میکنه حداقل به عنوان یک بانویی که فعال هستین در جامعه ولایت مثل بغلان؟ زنانی که کاندید کردن خوشبختانه تمامشان از کتگوری های مختلفی هستند. فعالین مدنی را داریم ما در کاندیدا، فعالین حقوق زن را داریم و کارمندان دولت اقتدارشان هم هستند که خود کاندید کرده. امید ما به این میره که این زنان بتوانند اون عده از مشکلاتی را که
هیچ جامعه ای نیست که مشکل نداشته باشه، بخصوص زنان مشکلاتی دارن که باید با هم خانم ها میتونه اینا رو حل کنه، مثل مشکلات اقتصادی، سیاسی، آزاری از هایی که هست، خشونت هایی که علیه زنان هست. فقط همون زن میتونه صدای یک زن بلند کرده و برسانه به دیگران. امیدوار هستم تا جایی را که ما دریافت کردیم زنانی که فعلا کاندید هستن، اگر حق به حق دار برسه، اگر بتونن اینا با پالیسی هایی که دارن بتوانند جامعه یا اجتماع بغلان را متقاعد بسازند، به اینکه اونها را پشتیبانی کنند تا دروازه های پارلمان برسانند. ما مطمئن هستم که زنانی کاندید هستند که اگر راه پیدا کنند مطمئنن به جامعه بغلان و بخصوص جامعه زنان بغلان خیلی فایده هایی رساند و مفیدیت هایی را اونها از قبل داشتن در این ولایت، همه شاهدش هستن، فعالیت هایی که از قبل داشتن شاهدش هستن، و اگر در یک جایی قرار بگیرند که بتوانند دستشان باز باشه و فعالیت های بهتری انجام بدن، فیدیت های بیشتر برای زنان خود داشتن. ممنون. آقای فاضل، یک مورد کلان در سطح افغانستان به عنوان یک نگرانی کلی مطرح میشه که جامعه سیاسی با جامعه مدنی و مردم یک ولایت اصلا آشنایی کامل نداره. وقتی جامعه سیاسی انتخاب میشن دیگه خودشان را دور از جامعه مردم عمو ولایت میدونن. به گونه مثال نمونه های کلان در پارلمان کنونی و گذشته شما دیده باشید. حداقل حالا یک ارتباط از قبل میان کسانی که خودشان را کاندید کردن به پارلمان و قرار است برن از آدرس بغلان و جامعه مدنی که شما هستین مردم بغلان وجود دارد؟ دقیقاً ما تا حد با نظر شما موافق هستم. ما در بغلان در پارلمان 8 نماینده داریم که 2 نماینده از بخش خواهرها است و 6 نماینده هم از برادرای ما. ما در مدت 4-5 سال بعضی از وکیلا را شاید سال یک بار در بغلان حضورشان را نمی‌بینیم و اینا فقط در مرکز مصروف هستند و زمانی که انتخابات نزدیک میشن اینا تشریف میارن و گاهی اگر کار شخصی داشته باشن. وکلای فعال هم داریم، بدون شک در بغلان یکی دو تا از وکلای ما همیشه با مردم در ارتباط است، در حالی که ارتباط باید همیشه به صورت دوامدار صورت بگیره و خصوصا در دو تا رخصتی که پارلمان داره وکلا بیان از موکلینشان مشکلاتشان بپرسن و بعدا روی مشکلات بحث صورت بگیره. جامعه سیاسی که مشخص منظور شما وکلای پارلمان هست در بغلان تا حدی که باید فعال باشه فعال نیست متاسفانه. اما مهمی است که در پارلمان آینده شما چی تلاش میکنین با کسانی که خودشون رکاندید کردن تا اینها پارلمان مردمی شوند، وکلای مردمی و پاسخگو برای مردم جامعه بغلان؟ لیست ابتدایی کاندیدا وقتی از بغلان اعلان شد، ما در اولین لحظات وقتی این لیست از سایت ها گرفتیم، خوشبختانه در بین کاندیدای بغلان چیرای جوان و یک تعداد از وکلای قبلی که یکی دو دور نمایندگی مردم در پارلمان میکردن وجود داره و ما امیدوار هستیم این بار با سهمگیری مردم و با دقت مردم در انتخاب نمایندهشان در پارلمان بتوانیم یک پارلمان کارا و متفاوت داشته باشیم. آقای اصل، قبل از اینکه ما سوال خودم را از شما بپرسم، بازم از طریق اپلیکیشن کسی از دوستا از آذرین تالار از شما پرسیدن که پیامد که از برگزار نشدن انتخابات پارلمانی بر جامعه ما میمونه چی است؟ ما در افغانستان مطابق قوانین خود ما هر 5 سال باید قانونگذارای نو انتخاب بکنیم. این چند تا خوبی داره. ما از یک بحران بیرون آمدیم، در اون زمان مشکلات را داشتیم، هرچی که شد وکلا را انتخاب کردیم. حالا در یک جایی هستیم که صد سواد بالا است، تحصیل کرده زیاد خود نامزد کردن، ما میتونیم که یک پارلمان خوب تشکیل بدیم. دلیل همی که هر 5 سال انتخابات برگزار میکنیم این است که چرای جدید بیان، چرای متفاوت تر بیان. نبود یا فقدان یک پارلمان باعث از این میشه که اینمی نظام یک طرف یک پایی از این نظام سقوط بکنه و ما دیگه نتونیم که قوه مقننه را داشته باشیم و قانون دیگه تولید کردن نمیتونیم یا ایجاد کردن نمیتونیم. وقتی ما اگر انتخابات پیشرویه برگزار نکنیم دو تا گزینه داریم، یا با این پارلمان ادامه بدیم یا هم که هیچ پارلمان نداشته باشیم. حالا که من در خلاص شما دارم با عنوان یک آگاه امور انتخاباتی در ولایت بغلان، نگرانی های را ما در ولایت مختلف افغانستان داشتیم که روند نظارت را زمینیش کمیسیون مستقل انتخابات بر نهادهای ناظر فراهم نکرده. حداقل شما با عنوان یک آگاه امور انتخاباتی همین میزان را در ولایت
بغلان چگونه ارزیابی میکنین؟ زمینه نظارت فراهم بود بر نهادهای ناظر؟ در بحث باز بودن زمینه بر نظارت از روند حداقل در انتخابات پیش رو بر انتخابات پیش روی در روند ثبت نام ما مشکل را در رابطه با دسترسی به محلات ثبت نام نداشتیم، اصلا متوجه نشدیم و به سطح ملی 14 سازمان میتونه که از انتخابات نظارت بکنه. این شمارش رقمش بسیار کلان است. در کشور همسایه ما به این ارقام ما چی نداریم، نهادهای ناظر بر انتخابات یا مشاهد بر انتخابات نداریم. از حداقل در این مورد برای نهادهای مشاهد و ناظر مشکل نبوده. اندروال صاحب پیشتر یک سوال داشتن که اطلاعات شریک نمیشه. کمیسیون انتخابات برای تمام روندهای خود چی میسازه؟ طرز عمل میسازه. برای شریک سازی اطلاعات کمیسیون انتخابات طرز عمل متمرکز ساخته. تمام اطلاعات از آدرس کمیسیون انتخابات در مرکز دفتر مرکزشان شریک میشه. در سطح ولایت برشانی محدود شده که یک نگرانی است دقیقا و نیاز داره به این که مردم افغانستان مخصوصا رسانه در این رابطه لابی بکنن و یک بازنگری صورت بگیره. ممنون. باز هم میریم دوستای حاضر در تالار شریک این بحث میسازیم و سوالاتشان را میپرسیم. شما بفرمایید سوالتان را بپرسیم. در تقلب انتخاباتی چقدر مردم، چقدر دولت و چقدر کمیسیون انتخابات نقش داره؟ بفرمایید شما. سوال نبرگرده به آقای فیاض، تحلیلگر مسائل سیاسی. چرا شرکت مردم در پروسه انتخابات کمرنگ است؟ یا اینکه تایی دو دوره ما پروسه انتخابات، پروسه سکر تمدید شد، مردم بسیار متاسفانه کمرنگ شرکت ورزند. و سوال دوم برمیگرده به تحلیلگر مسائل امور انتخاباتی. استکر چی نقشی برای بیبوتی برای شفافیت انتخابات داره؟ بفرمایید شما. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام های خدا خدمت همه حاضرینی که در اینجا تشریف آورده، مهمانان عزیز و تمام بینندگان تلویزیون یک. البته سوال ما از جناب یاسر صاحب آگاه امور انتخابات افغانستان. جناب یاسر صاحب بر ما پاسخ بگویند که با توجه به ناامنی و نبود تذکره چقدر به انتخابات پارلمانی و انتخابات شفاف آینده شما باورمند هستین و نگرانی شخصا خودتان از انتخابات آینده و انتخابات پارلمانی چی است؟ رای حل چی میدانین؟ و همچنان جناب فیاض صاحب هم بر ما پاسخ بگویند که با توجه به ناامنی و عدم توزیع تذکره های برقی از کجا می توانیم اطمینان حاصل بکنیم که تقلب صورت نمی گیرد؟ آیا واقعا راه برای جلوگیری از تقلب وجود دارد؟ بفرمایید شما. سوال می داده چه یو نفر شپک تذکری لري، آینده انتخابات ته مونږ څنګه دسی زړه موډک وی چې ورسو چې مونږ د خپل د هغه وکیل وټاکو چې یو نفر شپک تذکری لري، هغه دسی یو کس ته کار کوي چې هغه دسی یو کس بیا کابل کې هغه حالات رامنځته کوي او بیا نور ولایتو کې او بیا په پارلمان کې همغه کارونه کوي چې مونږ له تیرو انتخاباتو نه هغه بدې خاطرې لرو. مننه. آقای فیاض، پاسخهای شما را میشنویم. خب جواب سوال برادر ما بپردازم. دقیقا هم مردم، هم دولت و هم کمیسیون میتونه نقش خود داشته باشه، اما به نظر من این بر میگرده به سطح آگاهی مردم و متحد بودن افرادی که در کمیسیون گماشته شدن. شما ببینین اگر یک فرد رای در حقیقت هویت فرد است، رای در حقیقت تشخیص دهنده هویت سیاسی یک فرد است. اگر فرد رای خود را میفروشه در حقیقت هویت خود را فروخته. در مورد کمیسیون من نمیتونم مشخص بگم، اگر بازم تعهد وجود نداشته باشه افراد کمیسیون هم میتونن نقش اساسی را در تقلب داشته باشد. و جواب برادر ما در مورد کمرنگ بودن مشارکت مردم در انتخابات، فکر کنم که ما قبلا هم در مورد تذکر دادم که نمیخوایم چیزی بگم. خواهر ما رای جلوگیری را گفتن، یک راه وجود داره. شما ببینین استیکر در محل مشخص نصب شده، درست است، در محل مشخص زده شده. اگر این کاندیدا برای خود ناظرای مشخص داشته باشند و در سایت های مشخص روان بکنند، این یک راه جلوگیری از تقلب است که میتونه برای ما یک امیدواری را به وجود بیاره. آقای احمدزی، نگرانی برادر ما در مورد استیکرها را شما میتونین بهتر پاسخ بدین چون در جامعه بغلان هستین. من نه الله هم نه چه راتلونکو ټول ټاکنو د تقلب پاکلا باندې اندېښنې دوی لري، او لکه څنګه چې تاسو ویلې چې یو نفر شپږ تذکرې اخیستې دي، هلته موږ معلومات لرو چې یو نفر لس تذکرې هم اخیستې دي.
موږ دا وایو چې تذکره خو مشکلو لکه څنګه چې مخکې ورور پوښتنه وکړه چې په دې کې څوک ملامت دي؟ کاندید ملامت ده، ولس ملامت ده، کمیسیون ملامت ده. موږ درې واړه ملامت دي. کاندید ورته ویلې ولس وکړه او د ټاکنو کمیسیون تایید کړي چې بله دا خبره صحیح ده. خو موږ دا وایو که چېرته فیفا ټیفا ناظرین او نړیواله جامعه او پسته مرکزی حکومت او ولس ټول دغه لاس سره یو کړي او د ټاکنو په ورځ باندې یو نفر دوه رایه ورکړي، ولایخان ته یې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري، د تقلب لارې همدا دي. او بله دو موضوع، حکومت دغه تصمیم چې ونیسي دغه افراد او غیر مسؤول خلک او زورواکي قلدر دغه خلک که چېرته له پښو ونه غورځول شو، حکومت ونه نیول، وی نه ځپل، هغه سیمې ترې پاکې نه کړلې، هغه سایټونه، هغه محلونه، هغه منطقې به ټولې دوی په اختیار کړي. یو رایه نه شي، پنځوس رایه به یو نفر ورکړي. څه رقم تقلب یې چې زړه غواړي همغسې به یې کړو. نو ټوله مهم همد موضوع همدغه ده چې حکومت خپل دغه تصمیم قاطع کړي، دا قلدران دغه زورواکي غیر افراد غیر مسؤول خلک ونیسي او سیمه ترې نه پاکې کړي. ودنۍ لاره د حل دغه تقلب نه ده. بانو شنواری، دوستان ما از طریق اپلیکیشن از داخل تالار از شما پرسیدن که مسئولیت شهروندی در برابر انتخابات یا مسئولیت یک شهروند در برابر انتخابات چی است واقعا؟ همین شهروند ها هستن که دولت را انتخاب میکنن، همین شهروند ها هستن که عنصر مهمی از اجتماع هستن، مردم هستن که عنصر مهمی از حکومت و ملت را در یک جامعه تشکیل میدن. هر کدام از شما، هر کدام از ما، هر کدام از شهروندانی که میرن پای صندوق های رنگ، اهلیت و شایستگی خودشان را و حداقل واجد شرایط بودن خودشان را اثبات ساختین که میتوانن اجازه برای انتخاب کردن یک نفر را داشته باشن. وقتی که ما میتونیم یک نفر را انتخاب کنیم تا برای ما اهداف ما را یا حداقل آرمان ها و آرزوهای ما را در این اجتماع برآورده کنه یا حداقل امور را به گوش دولت مردم برسانه، پس مسئولیت خیلی بزرگی رو به دوش خواهیم داشت که همون شخصی رو که انتخاب میکنیم دارای لیاقت و شایستگی خوبی باشد. آقای اثر، در مورد نقش نهادهای جامعه مدنی و سوالاتی که متوجه شما بود پاسخ بدین، بعد به جنبندی برنامه میریم کوتاه اشاره کنیم. ممنون. نگرانی ها از این بود که تعداد کارت رایدی، همون کارت های سابقه که ما استفاده میکردیم، تعدادش خیلی زیاد است. یک نفر چند تا دریافت کرده، به خاطر از اینکه جلوگیری بکنیم از استعمال از او کارت ها، ما باید یک رای بدیل پیدا میکردیم و رای بدیل هم میره پیدا کردن. خب حالا تصمیم خوبی آمد، تصمیم بود گرفته شد و تذکره را، تذکره های کاغذی را مدار اعتبار ساختن و یک استیکر برش ساختن که نصب شود و او استیکر باعث از این میشد که اونمو تذکره اعتبار پیدا بکنه و رای بدن. طرز دید خوبی بود، ولی وقتی ما به صحیح عمل آمدیم وارونه نتیجه داد که ما شاید در انتخابات پیشروی به چالش بخوریم. نگرانی که وردک صاحب داشتن از ای که نبود تذکره و نبود استیکر، من فکر میکنم ما دوچار مشکل ازدیاد تذکره و استیکر هستیم، نه نبودش. ما در وضعیت قرار داریم که تذکره زیاد است، استیکر زیاد است و ما نگران ازی هستیم که یک نفر چند تذکره و استیکر داره و کوتا میایم سرش. دوستگی ما آقای زبیولا چی داشتن؟ نگران داشتن که یک نفر چند تا استیکر، چند تا تذکره و استیکر خورده داره. استفاده ازی بدون شک، استفاده چند تا تذکره و چند تا استیکر در روز انتخابات توسط یک نفر یک نگرانی عمده است، یک نگرانی بسیار کلان است و این باعث از این میشه که ما رای سالم و رای پاک کم داشته باشیم تا این که رای غیر سالم و ناپاک میشه برش بگیم زیاد میشه. سوال آخر و سوالی که برنامه را باش جمع‌بندی میکنیم در مورد این است که پارلمان آینده چه نقش در زندگی مسالمت‌آمیز در جامعه میتونه داشته باشه که کوتاه از مهمانان برنامه میپرسم. آقای فیاض، در آغاز میخوایم از شما بشنویم. دقیقاً من میخوام یک اشاره داشته باشم به اینکه پارلمان دو وظیفه اساسی رو انجام میده، یکی وظیفه تقنینی است و دیگه هم وظیفه نظارتی. اگر ما یک پارلمان سالم مبتنی بر آرای مردم و پارلمان عالی عاری از تقلب داشته باشیم، دقیقاً
این افراد نظارت و بازرسی جدی و دقیق از عملکرد دولت خواهند داشت. وقتی که دولت اصلاح شوه زمینه رفاه مردم میسر میشه و ما به یک زندگی خوب پیش خواهد رفتیم. ممنون. آقای احمد زید. چرتا من واقعا خیسته خلق، ملی خلق او شفاف دول بنده دی روان تراسی او دسی پارلمان دو وظیفه لري، نو سالم خلق له دوړو وظیفونه به کار واخلي چې هم مقننه قوه ده چې دوی قانون جوړي او بل هم چې دوی نظارت بخش کې دوی مسؤلیت لري، نو د حکومت هغه برخه چې دوی د نظارت لاندې ده او سالم خلق وي نو راتلونکي حکومت به جوړ حکومت وي او کم داسې جنجالي نو نور به بحران او بدبختۍ خواته مونږ لاړ شو. بانو شنوری از شما میشنویم کوتاه. من نسبت به انتخابات سال آینده یا انتخابات پیش روی بسیار زیاد خوشبین هستم، چرا که افراد اشخاصی که کاندید کردن خود از بطن جامعه هستند، کسانی هستند که ما شاهد کارکردهای از اونها در قبل بودیم، کسانی هستند که سمت و سوی مشخص یا سیاست بازی ها را حداقل در زندگیشان نداشتین، بخصوص ولایت های همجوار بغلان، کندوز، سمنگان، جوزجان یا هر ولایت های زون شمال شرق که ما شناخت داریم، از کسانی بودند که فعالیت‌هایشان، کارکردهایشان، دستاوردهایشان، تمام از اینا با وضوح برای همه مردم آگاه و آشنا هست. و اگر که ما یک انتخابات سالم را داشته باشیم با کمک شهروندان، با کمک جامعه جوانی، با کمک کمیسیون مستقل انتخابات، شاید که پارلمان آینده یک پارلمان خوب و کارکن برای ما باشه. ممنون. آقای فاضل از شما میشنویم. بله، پارلمان اگر افغانستان کوچک است، به امیدی که خانه ملت که در چند ماه دیگه به خیر شهروندان تصمیم میگیره و نمایندای جدید را روان میکنه، یک پارلمان جوان، یک پارلمانی که در اونجا صلح باشه، صفا و صمیمیت باشه و وظیفه‌ای که به پارلمان هم بخش نظارتی و وضع قوانین است، بتونیم شاهد یک پارلمان خوب و بدور از کشمکش هایی که فعلا هست داشته باشیم و در نهایت یک افغانستان توان با صلح و صفا ما انتظارش هم بکشیم و داشته باشیم، آرزو داریم. اما اگر بیم روی چالش ها و مشکلات هم هست، بازم ما تاکید به این میکنیم اگر ما خواسته باشیم، اگر شهروندا خواسته باشه، میتونیم پارلمان آینده یک پارلمان نمونه خوب و پارلمان متفاوت باشه. ممنون. آقای اثر بسیار کوتاه اشاره کنید. من فکر میکنم همونطور که فاضل صاحب گفتن، پارلمان افغانستان یک افغانستان کوچک است. وقتی داخل پارلمان حتی محیط شما یک محیط صلح‌آمیز ببینیم، خیلی تاثیر داره سر از اینکه ما در جامعه ما یک جامعه صلح‌آمیز داشته باشیم. در کنارش پارلمان میتونه همونطور که دوستان اشاره کردن از آدرس نقش نظارتی که داره زمینه را برای داشتن یک زندگی مرفه برای مردم افغانستان مساعد بسازند. در کنارش قوانینی که طرح میشه طبیعتاً قوانین است که جامعه را مدیریت میکنه و همین قوانین است که میتونه جامعه را طور مدیریت بکنه که جامعه صلح‌آمیز و مرفه باشه. ممنون. سپاسگزار حضور شما مهمانان و شما اشتراک کننده های مهربان که اینجا تشریف آوردین، زحمت کشیدین و یک سپاس ویژه از همکار خوب برنامه ما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا. این بود مناظره ولایتی همگام با انتخابات در ولایت بغلان. با امیدی که ما یک انتخابات سراسری شفاف و یک انتخاباتی که در برابر حکومتداری محلی زندگی مسالمت آمیز و امنیت در افغانستان پاسخ گو باشد. بدرود. خدا نگهدار. این برنامه با همکاری بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تقدیم شد.